ایران ما زنده است. او نیز جان دارد. مانند یک انسان روح و روان دارد. با عشق و احساسش با صورتی زیبا از دور معلوم است با در نقشه دنیا. هر جا که دریایش از در نقشه خندان است، آنجا خلیج فارس لبخند ایران است. بهاری شب و روز رسیده فصل پیکنیک به ریلی پارک نزدیک. سرسله ها و تابا منتظرن بچه ها. فصل بهار که میشه دیگه سرما نمیشه. نه کاپشن ها، نه کلا، نه دستکشای رارا. با یک لباس راحت تو چمن و طبیعت تو بازی و تاب بازی کنار جا آب بازی. بهار آی بهار به به چه کیفی داره. سگ زیبا کایا دو فوت میپره. دنیا میگه چقدر خوب. مامان میگه احتیاط. بابا از در میاد تو غذا براش میاره. رادین از راه میرسه. کایا خوشحال میپره. زندگی نیست به جز دیدن یار. زندگی نیست به جز عشق. به جز حرف محبت به کسی. ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد. دو سه تا کوچه و پس کوچه یک اندازه با بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟ عشقا را باید شست، جور دیگر باید دید. هر کجا هستم باشد، آن مال من است. پنجره فکر هوا مال من است. چه اهمیتی دارد گاه اگر می روید؟ قارچای قربت من نمیدانم چرا میگویند. اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیبا. و چرا در قفس کس کرکس نیست؟ گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. واژه ها را باید شست، واژه باید خود باران باشد. چتها را باید بر زیر باران باید رفت. فکر را، خاطره را زیر باران باید بود. با همه مردم شهر زیر باران باید رفت. دوست را زیر باران باید دید. عشق را زیر باران باید جست. زیر باران باید بازی کرد. چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاش. زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آبتنی در حسچه اکنون. حالا نیکی قاجار میخواد بهتون یک شعری بخونه. مایاز آن موری که دانه کش هست، که جان دارد و از جان خودش خوش است. آفرین. محتسب مستی برهدید و گریبانش گرفت. مست گفت ای دوست این پیراهن است، افسار نیست. باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم. گفت والی از کجا در خانه خمار نیست. گفت تا داروغه را گویم در مسجد بخواب. گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان. گفت کار شرع و دینار نیست. گفت باید خود زنن خوشیار مردم. مست را گفت هوشیاری بیار، اینجا کسی هوشیار نیست. من کوهم، بلند باشی کوهم،
قله من قشنگ تنم از خاک و سنگی. مهمونی یکی دیگه میگه کوب بچرخ. من میگم آخه نمیشه بچرخم. مهمونی میگه چرا نمیشه بچرخی؟ من میگم کوب اگه جا به جاشه درد سری بپاشه. مادر مهربونم قدر تو رو میدونم. مادر من هر شب مثلا وقتی بیکاریم یه دونه کتاب داستان میخونیم با هم. فاینال داشتم این هفته، ولی فقط میخواستم تشکر کنم از همه معلم‌ها، خانم ملک که کلاس فارسی رو دارن. میدونم که یه چند تا کلاس رو نیومدم، ولی هنوز دارم خونه تمرین میکنم و امیدوارم که دوباره سال دیگه بیام شادم معلم باشم، نمیدونم. ولی فقط میخواستم تشکر کنم. مرسی از همه.